تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ویژه ما از منطقه کارته مامورین هستین. ما هم امی لحظه به سرک چی میگن عقب سیلو پشت باغای سیلو و سرک که از طرف باغ بالا میه مستقیم به طرف پانتون کابل یعنی وصل شده از اونجا سرک میبره. یکی از بزرگا، یکی از شخصیت‌های خیلی عالی که بعد از وقتا نمیفهم چه قوق شده ایره پرسان میکنم از کشور جرمنی به کابل آمدن و اینقدر محبت کردن که موتر در اونجا استاده کردن تا شدن یک سه دانه یک ماچ گرفتن داغوش گرفتن کی برای ما ارزشش از کرور هم بالاست و اینقدر محبت هم تا آنوز ندیده بودم که از این شخصیت بزرگوار کاکای ما موی سفید ما بزرگ ما با شخصیت ما من اینجا دیدم. فقط خواستم که کتینام یک چند کلمه یک گپ بزنم. سلام برتان، برسه وقتتان بخیر. قربان لطف و شفقتت، من نام الله متعال در قدم اول اگر بتانم با کلام ناچیز خود یک جمله از آیت قرآن کریم برتان تلاوت کنم. جزاک الله. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسول لا نفرق بین احد من رسول و قال سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. صدق الله العظیم. برادر محترم، خبرنگار بسیار موفق و عالی قدر کشور ما، ما خود ما با کلام ناچیز خود گفته نمیتونم، اما قدر میگویم که هر زحمتی که خود کشیدی و میکشی و در آینده در مد نظرت است، خداوند در هر قدمت برای خودت، خانوادهت و جمله اعضای خانه‌ایت اجر عظیمی را نصیب بگردانه و به این ملت در دیده و رنجیده ما که خداوند همگی ما و شما را از برگاه رب العزت خود در راه صراط المستقیم هدایت کنه. آرزوی ما فقط آرامش هر فرد پرده شما عزیزاسته. عمر ما تیر شده ولی چیز باقی نمانده. در اخیر همه قدر میگم که خداوند شما را موفق و کامیاب داشته باشه. از اجرت ها و مسافرت هایی که ما در اونجا داریم، در قفس طلایی زندگی داریم اما آرامش روحی نداریم. فقط دیدار خاک خود، آرزوی هموطن خود میخواهیم که از خداوند با آرزوهای دلشان برسانه، آرامش سرتاسری نصیب ما و شما داشته باشه. خداوند حکومت های اسلامی را در هر کجای هست از درگاه رب العزت خواستیم که حفظ و امان داشته باشه. فقط و فقط ناراحتی ما دهیست که فقر و بیچارگی دامنگیر از این ملت بیچاره شده و از خداوند تمنا داریم که قلبای ما را به سوی خود بخانه و ما را به هدایت خود قرار بده تا از جانب پروردگار قلبای کثیف ما هدایت نشوه. همین فقر و بیچارگی دامنگیر ما است. چقدر وقت در جرمنی زندگی کردید؟ من مدت 43 سال میشه در جرمنی. بعد از 43 سال بار به افغانستان آمدید؟ بعد از 43 سال نامدیم، فقط در قبلگاه ما که فوت کرده بود 13 سال پیش و وار از اونجا در اینجا آوردم و در اینجا سر به خاک ماندن. اینجا دفنشان کردین در افغانستان؟ بله. یعنی 13 سال پیش یک دفعه آمدید؟ بله بله. چطور بود حال کامدی فضا و هوای کابل چی رقم بود؟ فضای هوای کابل وقتم بر ما آنقدر جالب نبود و حال هم جالب نیست، اما آرامش روحی امی که بر ما میگن، سابق میگفتن در هر روز 300 و 500 و 600 و 800 نفر کشته میشه، امروز کشته نمیشه. اما هم برادر ماست، برادر توست، برادر یکی دیگه است، خواهر توست، خواهر ماست، خواهر دیگه. اما در زمان گذشته فقط تلویزیون ها به چک چک عیار شد و به بسیار نامیدی و یأس مردم فرو رفت، همگی در بدر شدند. امروز امیدش داریم که از دربار رب العزت خواهر ما، مادر ما، پیر ما، جوان ما در حفظ و امان باشه، عفت و عزتشان برقرار باشه. آرزوی ما این چیز بوده و هست. خدا کم تا نکنه. بسیار زیاد تشکر. والله من احساس تعمیل از خودم درک میکنم چون نزدیک هستم نسبت به بیننده ها. اما احساستان و از کلماتی که استفاده کردین بعد از قدر وقت که آمدین به وطنتان واقعا که سخت است. خب بگذاریم از این گپا که ناراحت نشین. یک چیز براتون بگویم، امرایم بسیار محبت کردین، میره فراموش نخواد کردم.
شاید غذاهای مفشنتر و مزه‌دارتر در جرمنی خورده باشین. چاشت میبریم شما را اینجا، خب ما اونمو فاصیلیه و بامیه و کدوگک و شوله و کفته داریم. اگر میلتان است بیاییم که بریم، اگر گفتی یک شوروای وطنی هم میتیم. فقط اینمی صحبت لایفت، اینمی زحمت کشیدن از این برادر عزیز ما که در این افتا و سوزان استاد هستند، برای ما از همه چیز بالاتر است. فقط و فقط هم صحت و صحتمندی از دربار رب العزت برتان خواستار هستم، در حفظ و امان پروردگار باشیم، با جمله کارمندای تلویزیون آریانا و هم از این طریق احترامات تقدیم میکنم. در هر کجای کسی آرام و موفق باشی و خداوند شما را در امان داشته باشه. کم تا نکنه پس تصمیم دارین برین از وطن یا هستی؟ فعلا خو آمدیم که کلبه که از پدر بود و را سابقه به اصلاح فروخته بودیم، حال خواستم که مو یک کلبه به نام پدر خود پس در خاکک خود داشته باشه. آمدیم که خانگک بگیرم. بسیار تشکر، خدا کنه که بیجه باشی. سلامت باش. میایم دیگه. خب رفت آمد میکنم. دیگه نه دیگه جاگزین میشیم دیگه، بس از دیگه 40 سال در اونجا تیر کنیم دیگه، بس شد دیگه. بس از دیگه شده این وطن. آد وقتی شده که در وطن کیف کنیم. بسیار تشکر. خواهش. خدا کم تا. به ما هم رو خدمت باشه. با عزت سر برم بشه. پدر این زمان ایران برید یک اشاره کنیم. ما پدر سمیر رویش هم هست. خو سمیر جان رویش یکی از هنرمندای با استعداد جوان ما آمده بود، کابل آمده بود، بدرقه کردیم، مقصد که در دل چیزی نگرده به سر تانا بدرقه کردیم، ما مسئولیت برنامه صحبه داشتم، اون زمان دعوتش کردیم، قربان لطف، یک چایک وطنی دادیم. همی دیدارتان، همی محبتتان، همی ما خود ما را گراویده ساخته دیگه چیزی زیاده. شما کوچک نوازی میکنیم، بزرگوار هست. شما همینجا خدافزی میکنم امریکا کایم یک جای تا گزارش بعد که باز هم در یک منطقه دیگه کابل بر شما گزارش میداشته باشم. خداوند یار و نگهدار همه ما شد. خدا نگهدار.